آمادگی های لاله اصولی و ایوبی برای برگزاری مراسم یادبود از دکتر نجیب، واکنش همزمان علاگل مجاهد و پسر حکمتیار به این سه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت بلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. فرمان برگزاری یادبود از سالگرد دکتر نجیب الله از سوی اشرف غنی صادر شده بود، اما به هواداران دکتر نجیب در لویجرگه اجازه یادبود از او را ندادند. اما آنها گفتند که فردا یعنی پنجشنبه این مراسم را برگزار خواهند کرد. در تازه ترین عکسی که از ایوبی و لالای به نشر رسیده است، نشان می دهد که ایوبی و لالای عکسی از دکتر نجیب را به دست داده و در نزدیکی درب لویجرگه نشستند و خواهان برگزاری مراسم یادبود از دکتر نجیبند. ابو مسلم شیرزاد تا یک پست نگاشته است: سرک بند است، لالای و ایوبی دهن دروازه جرگه چای دم کردند. لالای چند پیش چنین اخطار داده بود: حکمتیار اگر در دروازه تالار لوی جرگه راکت ها را هم قرار کند، روز پنج شنبه مراسم یاد بود از دکتر نجیب برگزار می کنیم. کمال ناصر اصولی نیز گفته بود: وقتی از یک قماندان مراسم یادبودش برگزار می شود، از دکتر نجیب هم باید نرواری برگزار شود. جهاد تا زمان روزها برحق و پس از خروج روزها افغان کشی بود. دکتر فهیم توخی نگاشته است: دهن دروازه لویجرگه. همچنان شاه حسین مرتضوی گفته بود: دلیل مخالفت با مراسم سالیاد دکتر نجیب به معنای تایید عملکرد طالبان است. در امین حال ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش می نگارد: علاگل مجاهد می گوید اگر رهبرم حکمتیار امر کند، هواداران نجیب را در تالار نمی مانیم. در امین حال حبیب الرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: شعارهای مرگ بر مجاهدین و مرگ بر طالبان امروز توسط برخی ها سر داده شد. به مسخره گرفتن پکول که اکثر مردم کشور چه مجاهد و چه غیر مجاهد از آن استفاده می کنند و از ارزش‌های جهاد، آن هم زمانی که گفتگوهای سال جاری است و توافقنامه نیز بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده و 26 سال کسی از یادبود دکتر نجیب سخنی به زبان نیاورد، با توجه به وضعیت کنونی نمی دانم که حکومت با این شرف گنی هایش دنبال چیست. شورا مشاور امنیت ملی امسال یادش به زیارت از قبر او می افتد. شورا یادی از حفیظ الله امین، ببرک کارمل و نور محمد ترکی نمی کنند؟ آیا به دلیل این که آنان توسط شوروی به حاشیه برده شده و به قتل رسیدند و عیب نیست؟ چرا قتل داوود خان با تمام خانوادهش دل اینان را به درد نیاورد؟ چون باداران دیروزیش ناراحت می شوند. 7 میلیون انسان را هیچ مجاهد وادار به هجرت نکرد مگر خود کمونستان. 1.5 میلیون انسان در جنگ کمونستان با ملت خود به شهادت رسید، نه در جنگ با ارواح و اشبا. در ابتدای ظهور طالبان، آنان را ایالات متحده آمریکا حمایت کرد. در کنار ملامت کردن پاکستان اندکی بیشتر جرأت کنید و منبع اصلی را نیز در شعارهای خود یاد کنید. یا شاید چنان فرومایه و ترسو باشید که درک میکنید مشکل در کجاست، اما شعارهای دروغین را اولویت داده و چند صباح انجره های خود را آزار می دهید. چه کسی دکتر نجیب را رهسپار زندان کرد؟ هم قطارانش به او خیانت کردند یا مجاهدین؟ شما علیه کی سخن می گوید؟ اگر امریکا مجاهدین را در مقابل او حمایت کرد، چرا علیه ایالات متحده امریکا سکوت مرگ گرفته اید؟
باز هم جای شرم است برای ادای پوچ شما که مجاهدین علیه هر دو قطعت. باز هم جای شرم است برای ادای پوچ شما که مجاهدین علیه هر دو قطعت جبهه میگیرند. پیشنهاد دارم در برخ موارد سپاس مجاهدین را بجا آورید، زیرا خیلی از به احترامی ها و رهبران کمونیست را که در دسایس پنهان شوروی با آشیه برده شده بود و به قتل رسیدند، انتقامش را مجاهدین از شوروی گرفتند، نه کمونیستان چاکر. اگر ایالات متحده، شوروی و حامیان خائن دکتر نجیب علیه نجیب اقدام کردند، چرا دوستداران کنونیش آن روز صدا بلند نکردند؟ آن روز دیروز چاکر شوروی بودند و همراه او نایستادند و امروز شعارهای دروغین سر می دهند. امروز بار دیگر متاسفانه برای روشن کردن شعله شر کوچک از شما استفاده می کنند. اینجا افغانستان است. ما مثل جرمنی و انگلستان در ارائه خدمات و اشتغال به مردم پیش نیستیم، بلکه بسیار عقب مانده ایم. مردم دردهای خود را فراموش نکردند. امید نیز و صلح دارند تا از فضای بد جنگ و ناامنی رهایی یابند. با شعارهای مرگ بر مجاهدین دنبال چه هستید؟ و کاش آن حس انقلابی نیز می داشتید که در مقابل شوروی و آمریکا جبهه بگیرید. افراد چون لاله متاسفانه به نمایندگی تعداد فریب خورده برمی خیزد. کسی که حتی از مستی زیاد نمی داند ذهن خود را متمرکز نگه دارد و شاید به دو روپیه نیز تمام جماعت را بفروشد. اگر طالبان دکتر نجیب را بدار آویخت، امروز ایالات متحده مجبور شده با طالبان به توافق برسد و خلیلزاد بار در سخنرانی خود بگوید که داد و گرفت سیاسی باید صورت گیرد تا جنگ خاتمه یابد. یعنی طالبان باید شامل بدنه و ساختار نظام و حکومت افغانستان شوند. به شما پیشنهاد دارم اگر مخالف چنین پروسه هستید، از بزرگوانان خود بخواهید که علیه امریکا شعار دهند. بی هدف و بی خلطه فریب نکنید. دردتان را دوا نمی کند و بزرگوارانتان نیز هیچگاه چنین جرأت و ظرفیت پیدا نخواهند کرد. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.